با فراخبر با من یماس یاوش خوش آمدید در این برنامه. گروگانگیری نقاب پوشان در سایه سکوت معنیدار حکومت افغانستان. چرا حکومت سرنوشت 31 گروگان و گروگانگیری های نقاب پوشان را جدی نمی گیرد؟ هشدار اتحادیه اروپا برای حفظ اطلاعات شخصی از شر جاسوسی آمریکا. سلام و وقت شما بخیر. با وجود رهایی 20 مسافر ربوده شده از شهرهای کندهار، دایکندی، سرنوشت 31 گروگان دیگر همچنان در حاله از پام قرار دارد. طالبان هفته گذشته 20 مسافر و راننده را در ولایت اروزگان ربودند، اما فرمانده پلیس دایکندی میگوید که طالبان این ربوده شدگان را در نتیجه پادرمیانی بزرگان قومی رها کردند. در یک رویداد دیگر دوشنبه شب هفته گذشته تفنگداران سفیدپوش در ولسوالی سیدآباد ولایت میدانوردک 12 غیر نظامی را که بیشترشان رانندگان بودند کشتند و 3 تن دیگر را زخمی کردند. اما سرنوشت 31 مسافری که 35 روز پیش در ولایت زابل ربوده شدند همچنان در حاله از ابهام قرار دارد و تا هنوز سرنخی از آنان در دست نیست. اما در پشت ناامنی شارها چه دستهایی نهفته است و حکومت چرا در مورد این گروگانگیری ها خاموش مانده است؟ ذوالفقار امید رئیس حزب کار و توسعه و طاهر زهیر تحلیلگر مسائل سیاسی برای بحث بیشتر با ما هستند. مهمانان عزیز خیلی خوش آمدید. تشکر. آقای امید، چه بوده نتیجه تلاش هایی که برای رهایی 31 گروگان تا هنوز به کار بسته شد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه. یاد فرخنده خواهر شهید همیشه زنده گرامی باد. و راجع به مسئله 31 تن هم میخواییم از این تریبون اعلان بکنیم که ما خواهان رهایی بدون قید و شرطی 31 تن مسافر هزاره هستیم. امروز 35 روز میگذره از این فاجعه ملی و حرکت های هم صورت گرفت، اعتراض های هم صورت گرفت، تحسن هم از در خیمه عدالت خواهی پیش پارلمان تعداد 50 نفر 15 روز است که در اونجا تحسن کردن به خاطر از این فاجعه ملی، ولی متاسفانه تا هنوز یک معلومات دقیق و یک پاسخگویی دقیق از طرف حکومت، خصوصا از طرف آقای غنی و آقای عبدالله صورت نگرفته. و بارها در هر جا یاد کردیم که یک طرف این فاجعه ملی واقعی بسیار وحشتناک و اسفبار، از طرف دیگه برخورد تبعیض‌آمیز و متعصبانه آقای غنی و آقای عبدالله دردی از این ملت را بیشتر کرده و این برخورد باعث از این شد که این گروگانگیری و ربودنها بیشتر افزایش پیدا بکنه. شما در جریان بودین که مسئله 20 نفر در ولایت دایکندی و 10 نفر در ولایت غزنی که تحت یک عملیاتی یک نفر باقی ماند. شنیدین که گفت حکومت نسبت به سرنوشت گروگانهای هزاره بی تفاوت نمانده، همچنان دست به کار است، خودش شخصا فرمان داده برای نیروهای امنیتی تا عملیات بکنند. متاسفانه تا هنوز مطلق برخورد از ناتبیزامیز و متاسبانه بود. شما در جریان هستین عملیات را که اینا اعلان کردن که عملیات ویژه داریم بعد تحت فرماندهی آقای قماندان رازق و اینا رفتن 100 نفر کشتن و دهی پسین معلوم شد و قماندانی که اینها گفتن او زنده هست و گفتن که ما کسی را که شما گفتین کشتین ما زنده هستیم. به این معلوم میشه که عملیات اول هم صحت نداشته، به خاطر از اینکه همون زمانی که عملیات شروع شد سوال ما این بود که نتیجه عملیات چی هست؟ به ملت افغانستان باید شما پاسخگو باشین. عملیات در کجا صورت گرفته؟ کی کشته شده؟ نتیجه چی بوده؟ متاسفانه همچنان این مسئله باقی است و تا هنوز حتی یک هیئت و یک کمیسیونی تعیین نشد و تا هنوز همه حالت مبهم و منتظر خانواده‌هایشان هستند که یقیناً ما فکر میکنم که این فاجعه به دنبال خود یک رستاخیز عمومی را دارد. شما در جریان تظاهرات مردم ولایت غزنی بودین، گرد همایی ولایت دایکندی، بعد ناروی، سیدنی، لندن، یونان، ترکیه، هندوستان، بسیاری ساحات و همچنان شما شاهدی یک حرکت تاریخی در ولایت کابل هم خواهد بودین که این انقریب اتفاق بفتن. آقای زهیر، فکر میکنین حالا آقای امید ادعا دارن که سران حکومت از جمله آقای غنی و عبدالله تعصب‌آمیز برخورد کردن با مسئله گروگانگیری 31 نفر، چرا باید این گونه باشه؟
زمامداران یک ملک، حاکمان انتخابی یک وطن از دیدگاه قانون و به لحاظ قانونی حق برخورد تعصب آمیز را ندارد. یک، باور ما است که جناب رئیس جمهور غنی رئیس جمهور منتخب ملت افغانستان هست و ایشان به حکم قانون اساسی در قبال حفظ جان شهروندان کشور به تساوی مسئولیت دارد. ایشان مطابق به مسئولیت خود باید عمل کند. خب تا جایی که من فکر میکنین که واقعا شما مطمئن هستین که تعصب آمیز برخورد شده و مسئولیتش را آقای غنی ادا نکرده؟ تا جایی که من میدانم از لحظه ای که این فاجعه انسانی اتفاق افتاد و 31 تن از شهروندان کشور که از مسافرت برمیگشتند بدون هیچ گونه جرم، بدون هیچ گونه بالاخره مسئولیتی که اینا گویا مسئولیت نظامی داشته باشن یا در سنگر باشن، خب مظلومانه را بوده شدن. از او لحظه تا به اکنون را تا جایی که من میدانم تلاش های زیاد صورت گرفته است از طرف حکومت و تا جایی که من میدانم شخصا جناب رئیس جمهور بارها و بارها تحت ریاست خود مسئولین امنیتی را جلسه شده. ولی آقای امید میگن که این درست نبوده. حتی اطلاعاتی را که دادن که فلان فرماندی کشته شده، بعد تو آدم ثابت شده که ایشان ادعا دارن که اون زنده بوده. تلاش های هم شده و من میخوایم که حرفای جناب امید صاحب را رد کنم. موافق هستم با فرمایشات ایشان که حکومت بلی که اقداماتی کافی را انجام نداده، اقداماتی صورت گرفته اما اقدامات منجر به رهایی نشده. حرف این است که خوب او چیزی که ایشان میگوید باور می است که هیچگاه حداقل من مستقیم از زبان مسئولین درجه اول نهادهای امنیتی نشنیدم که فلان طالب کشته شد و فلان قمندان کشته شد. بیشتر مسائل فیسبوکی بود، در سوشال میدیا بیشتر گفته شد که خوب روایت های مستقیم و غیر مستقیم از زبان قمندانان در ساحه و در جنگ گفتن که فلانی کشته شده و این طالب کشته شده و اون دستگیر شده. خب من مستقیم از زبان مسئولین درجه یک حکومت نشنیدم، شاید شما هم نشنیده باشین، اما اگر در او زمان ایشان اگر شنیده یا کسی از مسئولین درجه یک حکومت گفته و حال او حرف دروغ برآمده، بله من هم با ایشان موافق هستم. بله او آدم که او زمان چنین گفته حال در قبال گفته خود مسئول هست. در مجموع باید مسئولانه پاسخ بده که چرا که مسئولانه برخورد نکردن سران حکومت در مورد این گروگانگیری 31 نفر و سایر گروگانگیری ها و از این دست مسائلی که اتفاق افتیده در روزهای اخیر. خب تا هنوز باور ما این نیست که مسئولانه برخورد نکردن. مسئولانه برخورد کردن، اما برخورد ها و اقداماتی که تا به هنوز صورت گرفته است از دیدگاه شهروندان کشور در مجموع به هیچ وجه قابل قبول و بسنده نیست. انتظار شهروندان کشور و به خصوص انتظار خانواده های این 31 نفر از حکومت این هست که شما کار کنین که منجر به رهایی این 31 نفر شود. دیگه از این قضیه 31 نفر و از این فاجعه انسانی متاسفانه خیلی ها برخورد استفاده های ابزاری هم کردن، این را هم باید بگوییم. مثلا چه کسانی فکر میکنین استفاده های ابزاری میکنن؟ مثلا به گونه مثال خود شما هم میدانین که برخی از وکلای محترم مردم در ولسی جرگه در روز اول سال 94 به مردم تبریکی و شادباش دادن و گفتن که اینها برخی هاشان رها شدن، برخی دیگه هم رها میشوند. خب این گونه خبرهای نادرست و این گونه برخوردهای ابزاری و تبلیغاتی و کش و شخصیت ساختن برای خود و اعتبار ساختن از خود بر از این گونه فاجعه انسانی، من فکر میکنم بیشتر بر ابهام قضیه افزود، یعنی فضای بی‌اعتمادی رو بیشتر کرد و همچنان این قضیه را بیشتر بغرنج ساخت. در حالی که حکومت، ببین یک چیز را نباید ما فراموش کنیم که شهروندان عادی کشور در مجموع مسئولیت خود را ادا کردن،
حکومت را به وجود آوردند و در انتخابات شرکت کردند و در روزی که اینها هر حکومتی و هر رئیس جمهوری که حکومت را به دست میگیرد او در پیشگاه مردم سوگند یاد میکند که ما مسئول هستم در برابر حفظ جان شهروندان کشور و حال جناب رئیس جمهور هم اقدامات را انجام داده اما انتظار مردم این است که اقدامات باید روی دست گرفته شود که سرانجام این 31 نفر رها شود و هیچ کسی دیگه ای افراد دیگه ای خود اجازه بدین این نکته را تاکید کنم که هیچ فرد دیگری و هیچ گروه نهاد دیگری خودسرانه خارج از دایره نیروهای امنیتی حق تبلیغ و هیاهو و حق استفاده ابزاری را به لحاظ قانونی ندارد اما از اون طرف کس مانع هم شده نمیتواند بگذارند که نیروهای امنیتی در قبال جان این 31 نفر مسئول هستند به جای اینکه هر آدم تبل را به نام خود بکوبد که من ای 31 نفر را واسطه شدم رها شود یا رها می شود یا من این کردم من اون کردم چرا همه فشار نیاورد بالای نهادهای حکومتی نهادهای امنیتی افغانستان یعنی بالای نهادهای مسئولی در حکومت که اینها دست به اقدام شوند و ای 31 نفر رها شود بله آقای امید حالا هر کس نباید تبل خودش را در این ماجرا بکوبند بگذارند که حکومت کارش را بکنه و آقای ظاهر میگن که حکومت مسئولانه برخورد کرده تا این جای کار و تلاش های هم صورت گرفته برای این ما مسئله تنها مسئله 31 نفر نیست که آقای غنی و آقای عبدالله تعصب به خرج داده و شما در جریان هستین مسئله کابینه را هم وقتی که اینا ساختار کابینه را مطرح کردن هم ما اعتراض داشتیم و تظاهرات داشتیم که شما تهاجم بردین و حمله بردین روی هویت سیاسی یک قوم به نام هزاره اینا وقتی که کابینت اعلان کردن در کنفرانس بون از 20 وزارت 7 وزارت داده میشه بعد از 14 سال از 26 وزارت 3 وزارت دسته 3 و اونم اشاره میشه که رای داده نشه این واقعا جفا هست و این حرکت های سیستماتیک است پیش از این که اینا کابینه را مطرح بکنه حذف کتلوی کادرهای هزاره از داخل حکومت وحدت ملی فعلا کادرهای هزاره حذفشون مکمل شده تکمیل شده شما در هیچ جای حکومت نمیبینین بارهایی رو یاد کردن مردم که حکومت از ما نیست یعنی ما پیشنهاد ما یه همین حکومت حالا در بحث پیشتر هم مطرح شد خب دو فرد مقتدر و دو معاون هم در ریاست جمهوری هم در ریاست اجرایه از قوم هزاره مگر نیست هستن ولی با اینا مشوره صورت نمیگیره در تصمیم گیری های کلان اینا نیستن خودشان صدای خود را بلند نمیکنن مگر این طور است که در حاشیه گذاشته شده است از این میز که اینا صدای خود بالا بکنن همطور که آقای دوستم فعلا صدای خود بالا کردن اعتراض کردن که برادر در مسائل کلان با ما مشوره بکنین ما هم معاون اولی از ریاست جمهوری هستیم با ما باید مشوره صورت بگیره یعنی آقا شما میگین که مساله این خاموشی در برابر 31 گروگان هزاره رب داره به این که یقینا دید قومی وجود داره یقینا که رب داره هدفی هست که روحیه باید ضعیف شود دو ما باید راجع به ساختار غیر عادلانه و انحصاری و متعصبانه باید گپ نزنیم و مسئله سوم راجع به پروسه صلح نقلی و جعلی هم ما باید کدام حرف و کدام انتقادی نداشته باشیم از این لحاظ وقتی کابینه خلاص شود و مثلا پروسه صلح جعلی به یک جای برسه که فعلا تلاش وجود داره که طالبا به نحوی در ساختار حکومت باید بیاید طالبای تونتر به نام داعش باید بعد جای طالبان اولیه رو بگیره یک نوع دکترینی طالبانیزه کردن یا افرادگرا ساختن افغانستان روی دست است که ما پیشنهادی می هست حرف ما ای هست موضوع ما ای هست برای آقای غنی به آقای عبدالله کی مشوره غلط است اگر ای که مشوره صورت گرفته که شما طالبا را بیارین یا داعشی که اینا خودشان میگه داعش و طالب و القاعده یک پروژه هست پروژه مثل هم هست با نام های مختلف اگر این تلاشی باشه افغانستان به قبرستان تبدیل میشه افغانستان به یک جهنم تبدیل میشه امروز شما میبینین که سرصدای وجود دارن که برای طالب شورا ساخته میشه برای طالب حزب سیاسی ساخته میشه برای طالب 5 وزارت پیشنهاد میشه با یک وزارت کلیدی ولی برای هزاره هایی که برای هر دویشان رای دادن به میلیون ها رای دادن برای از نا 3 وزارت دسته 3 پیشنهاد میشه این چگونه برخورد هستن در حالی که شعار از نایی بود که تیز شهروندی کمتر شهروندی برتری نیست و پیش ما انسان درجه اول درجه دو درجه سه وجود نداره امروز انسان ها رو برده به درجه 6 در داخل افغانستان برخورد تبعیض‌آمیز برخورد متعصبانه برخورد انحصارگرایانه من فکر میکنم که افغانستان را به یک بی‌ثباتی مطلق رهنمود میسازه
آقای زاهر چی از فرمایشات شما؟ چقدر موافق هستین که واقعا ساختار متعصبانه ایجاد کرده آقای غنی و آقای عبدالله و حتی آقای امید ادعا دارن که آقای دانش و محقق هم در حاشیه قرار گرفتن و اصلا از چیزهایی که مگذره در درون حکومت خبر ندارن؟ من علاقه دارم که حرفای خود رو بگویم. حکومت در مجموع و نهادهای امنیتی حکومت، وزارت داخله، وزارت دفاع و ریاست امنیت ملی کشور چند کار را باید بکند. یک، اون چی که تانوز گفته شده است که خارجی ها، ازبک ها و چچنی ها در عمق خاک کشور آمدن و ای 31 نفر را بودن در جای هم مخفی کردن که هیچگاه اینا از اونا اطلاع دقیق پیدا کرده نمیتونه یا تا هنوز اطلاع نداره، این قابل قبول نیست. یعنی چنین توجیهی و چنین حرفی برای تمامی شهروندان کشور و به خصوص برای خانواده های چشم در انتظار 31 نفر قابل قبول نیست. حکومت موظف هست باید بگوید که ها را بودن. حکومت در کل یک دید متعصبانه راجع به اقوام افغانستان داره، حالا چیزی که آقای امید ادعا دارن. اجازه بتن، بحث دیگر هم این هست که حکومت به موقع هر روز یا هر آن یا هر وقتی که ضرورت می شود در قبال 31 نفر اطلاع رسانی دقیق بکند تا از شایع پراکنی و از پخش دروغ از طرف با افرادی که در صدد سوء استفاده از این موضوع هست که متاسفانه غیر مسئولانه اونها برخ از افراد از این فاجعه انسانی هم به نفع خودشان گاهن و به نفع شخصیشان استفاده ابزاری و شخصی میکنن، از این قضایا جلوگیری شود. این یک نکته. نکته دوم هم این است که حکومت با تمام توان خود و از هر به هر شیوه و به هر ترتیبی و از هر ابزاری که استفاده می کند باید زمینه رهایی افراد را فراهم کند. اینا تبادله می شود، اینا در قبال پول از طرف حکومت رها می شود، اینا به توسط عملیات نظامی رها می شود، به هر ترتیبی که می شود باید اینا رها شود. بحث دیگر هم این نکته سومی که عرض می کنم هم این است که در مجموع ما دید همه شهروندان کشور و دید فعالان جامعه مدنی و در مجموع دید همه کسانی که در این قضیه به نحو درگیر هست و نگرانی دارن باید دیدشان دید حل المسائلی باشد، دیدشان معطوف به حل این مسئله باشد. تمام دغدغه و نگرانی و تمام راهکارها به گونه سنجیده شود که سرانجام این 31 نفر باید رها شود. حالا اون سوال پاسخ نیافت که اجازه مسئله طالبانیزه کردن افغانستان این بس و این که یک دید متعصبانه در درون حکومت اجازه مانی شده. اجازه بتن در این مورد شما چیز نگفتید. من اینم میگم، اجازه بتن دید باید به گونه باشد که تلاش ها و دغدغه ها هم به گونه باشد که سرانجام حالا حکومت تحت فشار قرار می گیرد و از طرف دیگر حکومت به لحاظ قانون هم مسئول هست، به هر ترتیبی که می شود هر کسی به هر شیوهی که در این قضیه درگیر است تلاش این باشد که 31 نفر رها شود. خب این به این معنا هست که نباید ما قضیه 31 نفر را دستاویز تصفیه حساب‌های جناحی، قومی، سیاسی و مذهبی قرار بدهیم. هر بحث سر جای خود. خب هزارها در این دور وزرایشان کمتر معرفی شده یا به گونه دیگری شده، در مجموع مسائلی که ایشان طرح کردن، در مجموع مسائلی که جناب امید صاحب طرح میکنن، اینها ربطی به 31 نفر نداره به باور ما و 31 نفر نباید دستاویز تصفیه حساب‌های سیاسی قرار بگیرد. هرگاه هر مجموعه سیاسی و هر کتله قومی احساس میکنن که حق و حقوقشان ضایع شده یا با حقوق که باید به او دست میافتن دست نیافتن، در او صورت او از خود جای دیگر و مجرای دیگر دارد، باید از راه خودش دنبال شود و قضیه 31 نفر یک فاجعه انسانی هست. از این فاجعه انسانی استفاده ابزاری نباید صورت بگیرد و افواهات و شایعات و اطلاعات غیر دقیق و دروغ هم نباید به خورد مردم داده شود و خانواده های 31 نفر از طرف برخی وکلای محترم هم نباید هر آن
رنج روحی و عذاب روحی ببینن، خب مردم میدانن و خانواده های محترم هم میدانن. یعنی در مجموع بس این هست. بله، اشاره آقای زهیر به شما بود که نباید از مسئله گروگانگیری 31 نفر به نفع شخصی خودتان و به تصفیه حساب قومی و سیاسی بپردازید. البته مشخصا طرفشان نبود. حالا با اون بحثی که مطرح کردن شد 100 درصد که حرف شما قطعاً متوجه شدم. بحث ما ایشان نیست. بله. خب این لفظ خیلی صراحت داشت که نباید از این مسئله حالا به نفع شخصی و سیاسی سوء استفاده کرد. خب جامعه میدانن. بله. خانواده سوء یک نفر هم میدانن. پیشتر که اشاره کردیم که به نحوی کمک میکنه وقتی روی هویت سیاسی حمله میشه، وقتی حذف کادرها صورت میگیره، آخه زایمی به چنین کاری نشده و چنین کاری نباید ربط داده شده به مسئله گروگانگیری 31 نفر. بگیم که ربط داره به خاطر از اینکه وقتی حملات در این ساحات صورت میگیره، طالب توریست جرأت پیدا میکنه که روی هویت قومی حمله بکنه و این هم دقیق وقتی که آمدن که هر کسی هزاره هست دیسک رو بالا بکنه، هر کسی که هزاره هست موبایلای خود و پیسه خود روی دیسک بگیره. عزیزان دیگی هم وجود داشتن، از بین از این 302 ها فقط هزاره ها 34 نفر گرفته میشه که کمک میکنه برای طالبای توریست. ولی و همچنان میگه که این یک توطئه است بر ضد حکومت وحدت ملی، اساسا طرح همین که گروگان میگیرن از یک قوم مشخص. یقینا وقتی که طالب توریست میه به نام به جرم هویت اتنیکی و قومی مسئله را مطرح میکنه، پس چرا ما چنزنی بکنیم برای طالب؟ وقتی که در چین میریم، در کشورهای دیگه میریم، کوشش میکنیم که جایگاهی برای طالب باید پیدا شه. و چرا تلاش میکنیم که اینا به نحوی داخل ساختار حکومت بیاید؟ اگر چنین چیزی نیست، اگر واقعا اونا رو میگن تروریست هست و به نفاق ملی دامن میزنه و اونا هم مساوی است با داعش و با القاعده، پس چرا ما اونا را ناراض سیاسی بگوییم؟ حالا اگر اینطور است که 31 نفر به دست طالبان افتیده، اما آقای غنی میآید و در آمریکا میگه که از طالبان باید عذرخواهی کنیم. همین مسئله از دید شما. بعد از ربوده شدن 31 نفر، احساسات ملی به گونه بوده که تاجیک، پشتون، ازبک، هزاره به نحو یکسان در قبال این 31 نفر نگرانی خود را ابراز کردن و جامعه مدنی و از گوشه و کنار افغانستان همه به نحو یکسان خب دغدغه خود را و نگرانی خود را و احساسات خود را ابراز کردن، دغدغه خود را هم نشان دادن. اگر دست های در کار باشد که افغانستان را یک بار دیگر دوچار نفاق های قومی کند و دست های در کار باشد که افغانستان را عراقیزه کند، مثل عراق بسازد، ما خود ما نباید تمهید کننده چنین خواسته باشیم. ما نباید با خیلی برجسته کردن برخی از مسائلی که هیچ برجسته نیستن ما به تمهید کننده این امر باشیم. طالب اگر میآید شلیک میکند در موترهایی که از راه میگذرد، در اونجا پشتون، تاجیک، هزاره، بلوچ، ایماق، هر کسی دیگه ای که اما چند نفر کشتن کشته میشن. بله. ما خود ما نباید تمهید کننده وضعیت عراق در افغانستان. حالا در مورد همین جمله که نباید تمهید کننده وضعیت عراقی شدن افغانستان باشین با برجسته کردن برخی مسائل، ما میگیم که پیشنهاد ما یک با سیاست هایی که فعلا روی دست در آقای غنی و آقای عبدالله با یقینا به نفاق ملی دامن میزنه و بیشتر ما را به دهه 70 و جاهای دیگه میکشونه. ما پیشنهاد میه که از این سیاست های غلط دست برداره، کوشش بکنه تمام شهروندا یکسان برخورد شوه و تمام یقینا به اینا رای دادن و تبعیض و تعصب از خود به خرج نده. بفرمایید. دور دوم انتخابات هم وضعیت به گونه ای آمد که همه میگفتن که آقای دکتر صفغنی و آقای دکتر عبدالله مسئولیتی به کام بحران بردن افغانستان و تکرار دهه 70 خواهد بودن و در اون مرحله دیدیم که وضعیت به گونه مسالمت آمیز مدیریت شد و سرانجام حکومت وحدت ملی از درون اون مدیریت بیرون آمد. حال هم ما امیدوار بر این هستیم که وضعیت ما مشابه وضعیت عراق نباید باشد و افغانستان نباید عراق ثانی باشد. افغانستان بر خود افغانستان است. ما اینجا دردهای مشترک داریم، ما نیاز به وحدت ملی داریم و ما نیاز به وضعیتی داریم که حقوق شهروندی و شهروند باید مطرح باشد، نه این قوم نه اون قوم. هرگاه گفته می شود که هزاره ها را بوده شدن، احساسات خیلی ها ممکن که در کنر و در زابل و در نمروز برانگیخته نشود، ولی اگر گفته شود 31 نفر مسافر مظلوم
ربوده شدن، همه شهروندان احساس گره میکنن. یعنی شما میگین که مسئله به سوی قوی شدن نداریم، احساس میکنن که من هم فردا از این مسیر مسافر خواهم بود. سپاسگزار از شما طاهر زهیر، تحلیلگر مسائل سیاسی، و از ذوالفقار امید، رئیس حزب کار و توسعه. ممنون از حضورتان. در پایان هم یک خبر کوتاه ببینید. خدا نگهدارتان. کمیسیون اروپا به شهروندان اروپایی هشدار داد برای حفظ اطلاعات شخصی خود از جاسوسی سرویس های اطلاعاتی آمریکا بایستی حساب های کاربری خود در فیسبوک را غیر فعال کنند. به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، برنارد شیما، دادستان کمیسیون اروپا، درباره هشدار این کمیسیون به شهروندان اروپایی گفت اگر مردم به دنبال حفظ اطلاعات شخصی خود از جاسوسی آژانس های اطلاعاتی آمریکا هستند، باید حساب های کاربری خودشان در فیسبوک را ببندند. شما باید با دقت مراقب حساب کاربری خود در فیسبوک باشید. در حال حاضر یک بندرگاه امن که نقل و انتقال داده های شهروندان اروپایی را در سراسر اقیانوس اطلس بر عهده دارد، در قالب یک چارچوب عمل می کند و عدم در نظر گرفتن این چارچوب خلاف قوانین اتحادیه اروپا است که داده های شخصی به خارج از این اتحادیه رد و بدل شود. تا اکنون پرونده های علیه شرکت های اپل، فیسبوک، مایکروسافت، یاهو و اسکایپ مبنی بر تخطی از این چارچوب مطرح شده است. بندرگاه امن به بیان این مسئله می‌پردازد که حفاظت از قوانین داده‌های آمریکا زمانی مناسب و کارآمد است که اطلاعات بر مبنای خود تضمینی توسط کمپانی‌ها رد و بدل شوند. اما برنارد شیما، دادستان کمیسیون اروپا، می‌گوید که آمریکا برای انجام چنین کاری واجد شرایط نیست و کمپانی‌هایی که در داخل اتحادیه اروپا فعالیت دارند نباید اجازه دهند که داده‌هایشان به داخل آمریکا منتقل شوند.